درود به همه دوستان، امیدوارم کارتون خوب باشه. من محمدم، خوش اومدین به ایفلکس فیتنس. بدون معطلی بریم سراغ اتفاقات بروز بدنسازی. و فقط قبلش بگم که از امشب به صورت هر شب لایو ویژه بررسی اتفاقات مختلف اولمپیا رو با یه مهمون ویژه قراره براتون داشته باشیم. خیلی خوب، بریم سراغ خبرهای مهم امروز و تمرینای جدید دریک لانسفورد. دیروز و روز قبلش دریک دوتا ویدیو تمرینی جدید گذاشت که یکی مال روز عضلات پشت و یکی هم روز پا. توی روز پا که دیشب منتشرش کرد چند تا نکته جالب داشت. اول اینکه چارسر حجم یکی دو ماه پیش دریک کلن غیب شده. سایزش به مراتب کمتره و قبلن هم گفتم که دریک توی روزها و هفته های آخر رژیم بیشترین سایز رو توی چارسرش از دست میده که یه جورای ژنتیکیه. ویدیو سمت چپ مال دقیقاً یه ماه پیشه و ویدیو سمت راست هم که دیگه همین الانه که تفاوت سایز چارسر دریک توی این دوتا ویدیو خیلی قشنگ و کامل مشخصه. طبیعتاً با کاتر شدن بدن کمی سایز چارسر دریک هم طبیعیه که کمتر بشه، ولی دریک بیشتر از حد معمول سایز کواد و چارسرش کم میشه. توی دوران آماده سازی سایز دریک انقدر خوبه که همه ازش تعریف و تمجید میکنن، ولی هرچی به مسابقه نزدیکتر میشیم سایز چارسرش به مراتب کمتر میشه. این یکی از دردسرهاییه که هر سال دریک باش مواجهه. البته بازم نسبت به سال پیش و پارسال وضعیتش خیلی بهتره، ولی هنوز کنار هادی چوپان اصلا قابل مقایسه نیستش. نکته بعدی کات بغل پای دریک لانسفورد که مثل پارسال فکر کنم خط و خطوطش زیاد باشه. اینجا تو حرکت جلو پا دستگاه فیبر بغل پای دریک رو راحت میشه دید و واقعا خیلی خوب شده. ولی سایز چارسرش بدجوری توی ذوق میزنه و کاملا مشخصه که سایز چارسر دریک چقدر نسبت به یکی دو ماه پیش کمتر شده. حتما هادی چوپان امسال باید توی بغل پا کات بیاد و توی فیگورای جانب پارسال بالاتنه هادی خیلی خوب بود، ولی دریک سال پیش پایین تنش خیلی بهش کمک کرد که تونست فیگورای جانبو بگیره. اگه هادی امسال بغل پاش یکم بهتر شده باشه، چون بالاتنش خیلی از دریک بهتره، راحت این دوتا فیگورو میتونه بگیره. دریک هم تو این ویدیو خیلی خسته است، حتی نمیتونه درست حسابی حرف بزنه، انرژیش خیلی کمه، صورتش هم کاملا ریخته. اون دد فیس معروفو الان میشه توی صورت دریک دیدش. دد فیس یعنی صورت مرده، صورت اسکلتی، صورتی که هیچ چربی دیگه براش نمونده و مخصوص روزای آخر رژیم و نزدیک به مسابقه است. دیشب که این ویدیو منتشر شد دریک میگه فرداش تمرین ندارم و مستقیم میرم لاس وگاس که به هانی رامبود و هادی چوپان ملحق بشم. این تمرین آخرین تمرینش تو باشگاه فلوریداست و احتمالاً توی همین روزا باید دوباره منتظر تمرینای مشترک هادی چوپان و دریک لانسفورد باشیم. خیلی خوب، بریم سراغ خبری که چند تا از رسانه‌ها کار کردن که زمزمه‌های انصراف اندرو جکت از اولمپیاس. دو روز پیش که اول گفتن یه نفر میخواد از اولمپیا انصراف بده، همه رسانه‌ها رو اندرو جکت زوم کردن، ولی آخرش نیک واکر از آب در اومد. الانم با اینکه خود اندرو جکت بابت انصراف از اولمپیا هیچ صحبتی نکرده و هیچی نگفته، ولی چند تا از رسانه‌ها خبر احتمال انصرافش رو کار کردن. دلیلشون هم اینه که چون اندرو توی یه سال حدود 10 کیلو سایز استش بالا گذاشته، بدنش زیر فشاره. به نظرم حرفشون درسته، ولی اندرو جکت چون دیگه الان 39 سالشه طبیعتاً خودش نمیخواد که حتی یه سالم از دست بده. فکت جالبی که در مورد اندرو وجود داره اینه که اون کلن تو سن 37 سالگی که بعضی از بدنسازها خودشونو بازنشسته میکنن، اون تازه حرفه‌ای شد، خیلی دیر سمت مسابقات حرفه‌ای و گرفتن کارت حرفه‌ای اومدش. اگه چند سال زودتر حرفه‌ای میشد احتمالاً تا الان تو المپیا جایگاه بهتری هم داشت. البته که همین الانم اندرو با نیومدن نیک واکر 90% تو 4 نفر برتر امسال المپیا حضور داره. نظر شما چیه؟ به نظرتون اندرو جکت امسال اگه براش مشکلی پیش نیاد تا کجا پیش میره؟ میتونه جز 3 نفر برتر یا 4 نفر برتر المپیا باشه؟ توی کامنت ها نظرتو برام بنویس. یکی از خبرهای داغ امروز بدون شک خبر انصراف برانتون هندریکسون از اولمپیاس. کسی که میتونم بگم بعد رایان تری مدعی اصلی قهرمانی فیزیک اولمپیا بود، ولی دیشب رسما انصراف داد. دلیلش هم گفته که از لحاظ فیزیک بدنی و مصونیت هیچ مشکلی نداره، فقط بعد 12 سال مسابقه دادن میخواد یه سال استراحت کنه. برانتون تنها کسیه که میتونه امسال به رکورد 4 قهرمانی جرمی بوندویا برسه.
بعد سال 2019 ما هیچ وقت برندون رو خارج از دو نفر برتر المپیا ندیدیم، یا قهرمان میشد یا نایب قهرمان. ولی امسال دیگه کلن قید المپیا رو زد که باعث میشه کار برای رایان تری قهرمان سال پیش و مخصوصا ایرن بنکس هم راحت تر بشه. امسال مدعی های اصلی فیزیک خیلی بی سر و صدا دارن آماده میشن و معمولا به جز رایان تری که کم و بیش آپدیت میذاره، بقیه توی سایه و چراغ خاموش دارن آماده میشن. باید منتظر باشیم ببینیم قهرمانی امسال به کی میرسه. آپدیت بعدی امروزمون مال کیان پیرسونه که پاتریک تور مربیش یه ویدیو از کات چارسرش و کلن پایینتنش منتشر کرد. مثل اینکه امسال قراره ترکیبی از سایز، زیبایی و کات بودن از کیان پیرسون ببینیم. یکی از مشکلهایی که به کیان همیشه وارد بود و ایراد میگرفتن ازش این بود که در حد شان کلاریدا کات نیستش، ولی با این فیبر چارسری که من دارم امسال میبینم شرایط متفاوت تره. کیان پیرسون تو 212 پوند المپیا انصافا یه بدن کامل، فقط کات و کاندیشنینگ خیلی بالاتر میخواد که کنار شان کلاریدا کم نیاره. اگه امسال بتونه برای دومین بار کیان قهرمان بشه، یک قدم محکم برای چندین سال متوالی قهرمان شدن برداشته. خودش هم بارها و بارها تو کپشناش نوشته که اومدم تا موندگار بشم. خیلی خوب، بریم سراغ بخش بعدی و چند تا آپدیت جدید از شرکت کننده های اوپن امسال المپیا. آپدیت هانتر لابرادور رو داریم که نسبت به استیج ایتالیا وضعیتش بهتره، ولی هنوز اون بدنی نیست که بتونه به 5 نفر برتر برسه. خودش هم گفته که دارم تلاشمو میکنم تا به کاتو کاندیشنینگ استیج تمپای سال پیش برسم. بدون شک ورژن تمپای سال پیشش بهترین ورژن عمر هانتر لابرادا بود. اگه امسال روی استیج اولمپیا کامل آماده نباشه، کسایی مثل رافال برانداو، مارتین فیتسواتر و محمد فودا که پر از انگیزن، خیلی سریع جای هانتر لابرادا رو میتونن بگیرن. پتانسیلش رو کامل دارن. در مورد آپدیت آخر رافال برانداو که قبلا صحبت کردیم، اما مارتین فیتسواتر هم حسابی آماده است. اصلا نمیشه دست کم گرفتش. خودش آخرین باری که در مورد آماده سازی امسالش صحبت کرد گفت که با بهترین کاندیشنم دارم میام، میخوام همه از دیدنم شوکه بشن، حتی نسبت به آخرین مسابقم 2-3 کیلو سنگین ترم. به نظرم مارتین فیتسواتر امسال پتانسیل پدیده شدن رو داره، فقط باید ببینیم که چطوری به پیک کامل میرسه و توی این روند به مشکل میخوره یا نه. ضعیفترین عضلات بدن مارتین فیتسواتر میتونم بگم که بازوها و سینه هاشه که باید جزئیاتشون رو توی سالهای آینده بیشتر کنه. البته که سایز کلی بدنش هم هنوز باید خیلی بیشتر بشه تا بتونه یکی از مدعی‌های اصلی المپیا بشه. خیلی خوب رفقا، ویدیو امروزم تموم شد. اگر از ویدیو خوشت اومد لایکش کن و یک کامنت قلبم برام بذار. دم همتونم گرم.